بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت دانشجویان گرامی. دکتر تابان هستم. خیلی خوشحالم که درس صدا در محیط کار رو این ترم با شما دارم و در این درس یک درسی بسیار شیرین هست. یک درس مبانی صوتی و مبانی آکوستیکی رو ما در طول این ترم مورد بررسی قرار میدیم و همچنین این درس که همونطور از اسمش پیداست که صدا در محیط کار، ما در طول این درس درباره صدا در محیط کار، اهم از صدای صنعت، صدای میلین یا ساختمان و صداهای ناشی از آلودگی زیست محیطی هستن مورد بررسی قرار میدیم و همچنین در مورد روش‌های اندازه‌گیری، روش‌های کار با درباره صدا سنج، نحوه کار با آنالیز فرکانسی مورد بررسی خود قرار میدیم تا بتونیم این درس که داریم یک از درسی بسیار شیرین در طول این ترم شما باشه. خب من خواسته باشم در این جلسه میخوام کلا در مورد تر درس بگم که کلا حالا ما میخوام تو این تر درس که حالا داریم تا که این تر درس دیگه کل مثلا نقشه راه ما رو تا طول ترم مورد بررسی قرار میده که ما در طول ترم میخوام چه مراحل روش انجام و کارمون چجوری و چه روندهایی رو میخوام در طول این درس به کار ببریم. همانطور که از اسمش پیداست نام درستان صدا در محیط کار مختلف فنهان ها کارشناسی ناپیوسته هستیم که تعداد واحد که هست که ما با هم دیگه داریم دو واحدی که یک و نیم واحد نظری هستن و نیم واحد عملی. روز و ساعت برگزاری شما هم ساعت یک شنبه هستن، ساعت 8 تا 12. کلا هدف کلی دوره ما شناخت منابع صوتی، روش تولید صدا، انتشار صدا در محیط کار و کسب توانایی اندازه‌گیری اعضای و کنترل مواجهه صوتی می باشه. اهداف اختصاصی دوراتون کلن ما در چند سکشن مورد بررسی قرار میدیم که اولین سکشن ما آشنایی با مفاهیم و مبانی تولید صدا، خصوصیات و کمیت فیزیکی امواج صوتی، کمیت های لگاریتم صدا و مقادیر حداکثر و حداقل مؤثر تراز. قسمت بعدی ما درباره آشنایی با انواع تراز، محدوده شنوایی، آشنایی شنوایی، آستانه های شنوایی، بلندی و تراز بلندی صدا، کاربرد و ارتباط آن با دسیبل، جمع و تفکیک میانگیری و از تراز صوتی و کاربرد آنها رو مورد بررسی قرار میدیم. مبحث بعدی درباره آشنایی با انتشار صدا در محیط بسته داریم، در محیط منطقه نقطه داریم، انتشار صوت از منابع داریم، ضریب جهت، شاخص جهت و کاربرد آن و تأثیر بازتابش بر انتشار صدا در محیط بسته داریم. قسمت بعدی درباره آشنایی با جنبه‌های بهداشتی مواجه با صدا داریم و همچنین قسمت‌های بعدی شامل آشنایی با حدود مواجه شغل اویه و نحوه ارزیابی صدا، نقشه‌ای صوتی، کار با نرم افزار سافر ما مورد بررسی خود قرار دید و در مرحله آخر ما آشنایی با نحوه و برنامه حفاظت شنوایی و همچنین هدف از اجرا برنامه و اجزای برنامه آموزش، پایش صدا و اصول کنترل صدا را با هم دیگه داریم. تعداد جلسات تئوری که ما با هم دیگه داریم 12 جلسه هست که به ترتیب هر جلسه در مورد موضوعات خاص اون ما با هم دیگه صحبت های داریم. مثلا در جلسه اول ما درباره مبانی فیزیک درس، فیزیک صدا در محیط کار، مبانی تولید صدا، تقسیم بندی، رفتار امواج صوتی در محیط، منظور از میدان شنوایی چیه، آستانه شنوایی، منظور از آستانه دردناک، شبکه های وزنی فرکانسی مورد بررسی قرار میدیم و همچنین کمیت های لگاریتمی و امواج های صوتی که در این جلسه ما با هم دیگه صحبت داریم. در جلسه دوم ما میایم از درباره تراز معادل صوت صحبت میکنیم، در مورد الیکیو تو صحبت میکنیم، در مورد دوز صحبت میکنیم، چجوری ما خواسته باشیم که در یک محیط صنعتی هستیم الیکیو رو مورد بررسی قرار بدیم، مورد اندازه قرار بدیم، دوز مورد اندازه قرار بدیم، مباحث درباره کلیات برنامه حفاظت شنوایی صحبت میکنیم و همچنین اصول کنترل کلی کنترل صدا و ترازهای آماری رو در جلسه بعدی که جلسه دوم ما هست اینا رو مورد بررسی خودمون قرار میدیم. جلسه بعدی جلسه سوم ما درباره تراز مؤثر جمع تفریق، مثلا ما چجوری خواسته باشیم که میانگین بگیریم، چجوری حالا خواسته باشیم چندین نقطه یک دستگاه داشته باشیم،
تراز فشار صوتیش رو به دست بیاریم، در کجاها ما نقطه گذاری رو انجام میدیم، خواسته باشیم اینو اندازه‌گیری کنیم و میانگین بگیریم. مباحث تفریق رو داریم، اگه میخوایم که یک دستگاه رو مورد بررسی خودمون قرار بدیم، صرفا خود اون دستگاه ببینیم تراز فشار صوتیش چقدره. بحث بک‌گراند نویز میگیم که ما چطور حالا خواسته باشیم صدای زمینه رو بگیریم، بعد صدای کلی رو بگیریم که اینا رو از هم دیگه کم کنیم که اون صدای تفریق حالا مد نظر ما صدای خالص اون دستگاه رو مورد بررسی قرار بدیم. مباحث دیگه مثل بلندی، تراز بلندی صدا داریم و کاربرد ارتباط آن با دسیبل رو مورد بررسی خود قرار میدیم. در اصل چهارم ما درباره انتشار صوت در محیط بستن. ما در این جلسه که یک از جلسات خیلی خوبی هست، این در مورد منابع نقطه میگی، منابعی که فریفیت هستن، منابعی که ریوربریشن هستن، بسته هستن. منظور از منابع نقطه ایمون چیه؟ میدان ما میدان آزاد چیه؟ میدان ما اگر میدان خطی باشه، اگر میدان سطحی باشه. مثلا درباره این میگیم اگه یک منبع، اگه یک دستگاه در یک فضای باز قرار داشته باشه، با دو برابر شدن فاصله تراز فشار صوت ما چند دسیبل خواسته باشه کاهش پیدا کنه، اگه این در میدان مثلا خطی قرار بگیره یا اگر در منابع سطحی قرار بگیره، این اتفاقا چطوری مورد محاسبه قرار میگیره. یک مبحث بسیار درباره ضریب جهت داریم، شاخص جهت داریم که کلا مثلا اگه یه دستگاه موتور سمت جلو این دستگاه باشه، شاخص ضریب جهت، شاخص جهت تو این دستگاه رو مورد بررسی خود قرار میدیم. جلسه پنجمی که ما با هم دیگه داریم در مورد تاثیر بیشتر میریم رو حوزه مولتی سیستی با هم دیگه صحبت میکنیم. اثر مثلا فاصله و جذب توسط مولکول‌های هوا، تاثیر پوشش های گیاهی رو جذب صوتی رو مورد بررسی قرار میدیم، تاثیر مثلا بوته‌زارها، تاثیر مثلا پوشش های مثل درخت اگه توی یک محیط کاری باشن، اینا رو مورد بررسی قرار میدیم که چقدر رو جذب صدامون تاثیر داره. مثلا اگه شما نگاه کنید تو اروپا ها، تو قسمت بزرگراه ها که ما میبینیم که الان خود تو قسمت بزرگراه ها میبینیم بریر میزنن، همونطور که میدونیم یا نمیدونیم اینو بگم، بریر ها رو ما بیشتر زمان استفاده میکنیم که مپس افت انتقال داره. مثلا اگه یک بزرگ و یک صدا 100 دسیبل 90 دسیبل هست، این بریر ها افت انتقال میگن. ما مثلا بر اساس حالا اون جنسی که دارن میگن یک TLش 25 دسیبل، منظور اینه که 25 دسیبل یعنی اینه که اگه صدا تو محیط تو اون بزرگ را 90 دسیبل باشه و پشت این بزرگ را اگه جلو خونه های مسکونی باشن، این بریر باعث میشه که صدا رو 25 دسیبل کاهش بده. اگه 90 باشه اون ور رو مثلا 65 دسیبل میکنه که محیط کاری قراره یا محیط که به صورت ساختمان هستن. بحث اینه که حالا موته ساختمانی هستن مورد بررسی خود قرار میدیم. تاثیر باد، اثر باد رو ما کنن تو موانع توانی و که ما چقدر روی صوت تاثیر دارن، روی جذب صوتی تاثیر دارن، اینا مورد بررسی خود قرار میدیم. جلسه ششم ما یعنی درباره جنبه های بهداشتی مواجه با صدا، اثر مثلا صدا بر روی فیزیولوژی بدن مورد بررسی قرار میدیم. تاثیر صدا مثلا روی افت شنوایی، یعنی فشار و خون، مباحث دیابتی و همچنین رو بحث پرفورمنس، کاگنیتیو پرفورمنس ها، رو بحث عملکرد شناختی، عمل ذهنی و کارا و کارایی آنها را مورد بررسی قرار میدیم. تاثیر صدا رو استرس قرار مورد بررسی میدیم. مثلا میدونیم که یک از مباحثی که الان مورد توجه قرار گرفته تهیه که مثلا تاثیر صدا رو دیابت، میدونیم که الان مثلا طور شده که صدا روی دیابت تاثیر داره، یعنی افرادی که مسمن در معرض صدا هستن باعث افزایش دیابت میشه. اونم علتش اینه که کلا خودتون میدونید که خود صدا نوع استرس، زمانی که استرس تولید میشه، هورمون های زمانی که استرس ایجاد میشه، هورمون های کورتیزول ترشح میشن و این هورمون های کورتیزول هستن که اینا وارد گلات چهار سلولی میشن و مانع از این میشن که خون از مثلا خون از گلوکوز از خون وارد سلول بشه، در اینجا قند خون آدم افزایش پیدا میکنه. ما در این مباحث بیشتر رو بحث در این در جلسه ششم بحث اثر فیزیولوژی،
صحبت میکنه و همچنین تداخل صدا با مکالمه، اثر بر وضوح، گفتار، بحث، استیل ها را مورد بررسی خود قرار میده. جلسه هفتم رو بحث حدود مواجهه شغل صحبت میکنیم. آن از من باب OEF که داخل استاندارد داخلی هست صحبت میکنیم و همچنین درباره تراز کلا استاندارد، حد استاندارد تو بحث ACGIH، OSHA، اینا رو مورد بررسی خود قرار میدیم و همچنین پوشش هایی که در محیط های غیر صنعتی هستن و ادارات منحنی تراز شده مثل PNC، NC، NR رو اینا رو که حالا تو طول تن میگیم که این منحنی ها منظورشون چیه، تفسیرشون چیه، روی اینا مورد بررسی خود قرار میدیم. جلسه هشتم جلسه کنترل محیط زیستی هست. بحث روش های کلی اندازه صدا در محیط زیستی، تراز شبانه‌سازی DNL رو مورد بررسی قرار میدیم، تراز درک شده LPNE رو مورد بررسی قرار میدیم و همچنین ارزیابی آکوستیک محیط کار از لحاظ خصوصیات جذب صدا و انتقال صدا. بچه های مثلا یک حتی حالا اینا ما تو طول ترم میگیم تفاوت ساوند ابزوربشن و ترانسمیشن لاس. به چی میگن ساوند ابزوربشن، چی میگن ترانسمیشن لاس؟ حالا ما با هم دیگه صحبت میکنیم که محیطهایی که پورس متریال هستن بیشتر تو محیط ایندور به کار میاد، چون بحث این جذب برای ما مهمه. تو محیط آوتدور که بحث انتقال صداست و بحث این که حالا من تو توضیحات صحبت کردم بحث ترانسمیشن لاس ها افت انتقال تو بحث بریر ها رو مورد بررسی خود قرار میدیم که اینو یک محیط ریجید سفتی هستن که خصوصیات و تفاوت اینها رو با هم دیگه صحبت هایی رو داریم. جلسه نهمون هم درباره هدف از اجرای برنامه اجرای برنامه کلی درباره وسایل حفاظت شنوایی، وسایل حفاظت فردی صحبت میکنیم. در مورد گوشی ها صحبت میکنیم، گوشی های ایرماف چی هستن، گوشی های ایرپلاگ چی هستن. در مورد نویز ریداکشن ریت ها NRR، مثلا اگه یک کاتالوگ شما دیدید که نویز ریداکشن ریتش مثلا NRR 25 دسیبل مفهومش چیه، تفسیرش چجوریه، آزمایش هایی که ما مورد بررسی قرار بدیم، چه آزمایش مورد بررسی قرار بدیم که بفهمیم که نویز ریداکشن ریت یک دن کاتالوگ، حالا یک کاتالوگ یک شرکتی اگه 25 دسیبل آیین واقعا 25 دسیبل هست. خوشبختانه ما تو دانشگاه علوم پزشکی مشهد تو قسمت پژوهشگاه بوالی ما دستگاه داریم به نام STU، همون ساوند کوالیتی میگن، که این ساوند کوالیتی میاد که کلا در مورد کیفیت صدا صحبت میکنه و همچنین در مورد این که ما پرسپشن یک گوشی رو داشته باشیم مورد داشتن ریتش و انارا شو مورد بررسی قرار بدیم، به ما توسط اون پارامتری که خواسته بشه اندازه گیری کنیم مورد داشتن ریتش رو به صورت تخمینی به ما میگه که این کارایی این گوشی چقدره. درباره روش های مرجع تعیین اوف، جایگزاری صدای حفاظت شنوایی ریت ها و روش آزمون مستقیم که کاری حفاظت هست صحبت های با هم دیگه داریم. جلسه بعدی ما که جلسه دهم هست درباره کاربرد دستگاه صدا سنج، کلا نحوه اندازه گیری کاربرد دستگاه صدا سنج، بحث آنالیز فرکانس ها مورد بررسی قرار میدیم، روش های استاندارد اندازه گیری و ارزیابی صدا در محیط های اداری و محیط های کاری رو مورد بررسی خود قرار میدیم و نحوه کالیبراسیون این دستگاه ها چجوری هست. جلسه 11 ما در مورد روش های دوزیمتری، حالا به صورت کوتاه مدت و بلند مدت، ما در کجا خواسته باشیم که دوزیمتری کوتاه مدت بگیریم، در کجا خواسته باشیم دوزیمتری ما بلند مدت بگیریم، نحوه ارزیابی صدا، تعیین نقش صوتی. ما کلا در جلسه 11 کلا میایم درباره نقشه روی حالا نرم افزار سوفته با هم دیگه صحبت میکنیم. این نرم افزار سوفته میگه نرم افزاری هست که به شما اگر نقاط که اندازه گیری کردیم، نقاط که در یک کار با بسید ایسکا بندی اندازه گیری کردیم، این نقشه سوفته نقشه سوفتی است که به شما میگه کدوم جایگاه تراز فشار سوفتی بالاتر از 85 دسیبل هستن که منطقه خطر هستن، کجاها تراز فشار سوفتی بین 65 تا 85 منطقه باشه و کجاها تراز فشار سوفتی کمتر از 65 که منطقه اونها سیفتی هستن که حالت گرینن. اینا رو مورد بررسی خود قرار و نحوه گزارش نویسی رو با شما کار میکنیم که اگه شما وارد یک صنعتی شدید و مبحث آنالیز فرکانس مبحث صدا رو میخواستی مورد بررسی قرار به دیدگاه صوتی، دیدگاه این که نقشه های صوفه رو خواسته باشیم مورد بررسی قرار بدید، چجوری کار با این نقشه رو یاد بگیریم و نحوه گزارش نویسی رو ما به شما میدیم. ما در قسمت 12 ما در مورد آشنایی با اصول کنترل صدا، ما فقط آشنایی
یعنی کنترل صدا رو در منبع به شما میگیم، در مسیر و در مسیر محیط انتشار و همچنین در محل شنونده با هم دیگه صحبت رو داریم. در به آشنایی با روش های اصلی کاربرد کنترل صدا و همچنین کاربرد های فنی مهندسی با شما میگیم، کنترل های مدیریتی با شما صحبت میگیم، کنترل های فنی مهندسی اینا مورد بررسی قرار میدیم و همچنین جنبه های اخلاقی در اندازه‌گیری و ارزیابی صدا در محیط کار رو با هم دیگه داریم. کلا وسایل حالا به دلیل شرایط کرونا که ما داریم، کلاس ما طوریه که من در طول جلسات هر هفته برای شما فایل های ویدیو رو میذارم، فایل های آموزشی برای شما پرزنت میکنم ارائه میدم و جلسه سوم ما به صورت وبینار که داریم با بر هر اشکال با بر سوالاتی دارید، چون من دوست دارم که این صحبت هایی که ما هم دیگه داریم این یادگیری دو طرفه باشه، فقط یه طرفه نباشه که از سمت ما باشه فیدبک، من دوست دارم فیدبک از سمت شما بگیرم و همچنین ببینم که شما اون تکالیف که برای شما در طول هر جلسه میذارم اینا رو انجام میدین و همچنین سوالاتی که دارین در این زمین در طول تم این با کلاسی که ما ایجاد میکنیم به صورت مجازی از طریق وبینار اینا رو میتونیم با همدیگه مورد بررسی خود قرار بدیم. کلا روش ارزیابی ما هم اینجوریه که ارائه فعالیت آزمایشگاهی و نتایج 15% ما این تکالیف هایی که به شما میدیم و همچنین این فیدبک بازخورد این نحوه آماده شدن شما در کلاس و نحوه حضور شما در کلاس اینا همه برای ما مهمه. همونطور خودتون میدید تو درس وبینار اگه بیایید مثلا تو دو قسمت وبینار تو قسمت ستینگش به ما اینو میگید که آقای ایگرگ آقای مهندس ما در این تاریخ اومده، در این تاریخ فعال بودن، در این تاریخ فعال نبودن، یعنی حضور و غیاب ما بر اساس اون فایلی که ما می‌ذاریم اون فایلی که دانلود می‌کنید و همچنین بر اساس اون کلاسایی که با شما دادیم و مورد بررسی خود قرار می‌دیم که این کلاً 15% یه امتحان من کلاً میان ترم می‌گیرم برای شما در پایان ترم امتحانات حالا عملی داریم در پایان ترم 15% و یه امتحان میان ترم و پایان ترم هم که داریم که 70% که حالا من اینو خواسته باشم تقسیم بندیش کنم، یه امتحان میان ترم من 20% که در وسط حالا طول ترم من اینو از شما خواهم گرفت و امتحان پایان ترم من هم 50% کنیم. منابع من خواسته باشم بگم من در اینجا منابع برای شما آوردم. ببین کلا چون شما حوزه لیسانس هستین تو مقطع کارشناسی ناپیوسته هستین و اساسش هم مبانی صوتیه که شما کار با صوت رو می‌بینید، یعنی ما مبحث بیشتر ارزیابی یعنی شناخت و ارزیابی رو ما با هم دیگه مورد بررسی خود قرار میدیم و مبحث اصلا کنترل ما اصلا درباره کنترل مهندسی ما با هم دیگه صحبت نداریم. به خاطر همین من کتاب‌هایی که مد نظرم هست که کتاب فارسی بسیار جامع است مهندسی صدا و ارتعاش در سند و محیط زیست تألیف جناب آقای دکتر گل محمدی هستن، این کتاب بسیار کتاب جامعی هستن که میتونه به شما کمک کنه و همچنین کتاب مواجه انسان با ارتعاشات مکانیکی هستن که تحت نظر جناب آقای دکتر علی خوانی هستن که این یکی از کتاب های بسیار خوب منابع فارسی است. تو کتاب منابع انگلیسی هم که یک از کتاب بسیار جامع در حوزه تو مقطع لیسانس کتاب Industrial Diagnosis Controller بگیر شده از لویس بله که کتاب بسیار جامعی هستن که ما چون کتاب لویس بل مبحث کنترل هم مورد بحث خودش قرار داده ولی ما تا قسمت هایی که بحث شناخت ارزیابی کنترل هستن بحث این که در تا مقطع لیسانس به کفایت کنه ما با هم دیگه صحبت هایی رو داریم. خب بچه من این جلسه برای شما در مورد تره در صحبت کردم. انشالله من جلسات بعد کلاسی که حالا خواسته باشیم جلسات که مد نظرم هست به صورت ویدیویی و به صورت آموزشی من این ویدیوها رو کلاس ها رو برای شما میذارم دو جلسه رو و جلسه سوم به صورت وبینار با هم دیگه داریم. انشاءالله که خوب و خوش باشین. ایام به کام. قربان شما. خدا نگهدار شما.